سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یک ولاگ دیگه با من. اگه تازه وارد کانال ما شدید، من پریسا هستم و خیلی خوش اومدید با کانال ما. من الان میخوام برم یه صبحونه خیلی خوشمزه درست کنم، بعد گفتم قبلش بیام سلام احوال پرسی کنم و اینا. صبح ساعت 9 بیدار شدم، یعنی از ساعت 7:30 میخواستیم بیدار بشیم، هی ساعت رو خاموش میکنم، نمیدونم چرا. یه فکر میکنم 5-6 روزی میشه که اصلا کلا صبح نمیتونم بیدار بشم، نمیدونم، دست خودم هم نیست انگار. آره خلاصه میخوایم بریم با هم یه صبحونه خیلی خوشمزه درست کنیم. نمیدونم قبلا بهتون یاد دادم یا نه، توست فرانسویه که رژیمیه و اینکه توست فرانسوی در حالت عادیش مثلا با تخم مرغ و شیر و اینا و کره است که سرخ میشه و خب خیلی کره زیادی مجبوری استفاده کنیم تا اون توستا سرخ بشن، ولی این از کره خیلی کمتری استفاده میشه و خیلی هم خوشمزه تره به نظر من، نرمتر و خوشمزه. حالا بریم اونو با هم درست کنیم و همین با هم صحبت کنیم. امروز هم کلی کار دارم که بیشتر کارامو نگه داشتم، چون هفته یه روز ولاگ میگیرم، بیشتر کارامو نگه داشتم که با شما باشه و به شما نشون بدم دیگه. آره اول بریم صبحانه رو درست کنیم، قهوه خوشمزه درست کنیم، راجع به کپسول هم یه چیزایی بگم. خب اولش توی یه تابه یه ذره کره بریزی، مثلا یه ذره واسه یه 4 تا نونه توسته. بعد نونه توستا رو همین جوری بذارید، یعنی بدون اینکه هیچ موادی داشته باشه. کاش 4 تاش جا میشد، نمیشه. خب 3 تا میخوریم با مزه. بعد میذاریم این یه ذره همین جوری بمونه با کره. یه اینجوری سرخ شد برش. بابا چه این نونه سحره، حواسم نبود. این نونه سحره، به نظرم نونه توست نان سحر خیلی خوب و ترده. حالا شیر رو همینجوری خام میریزیم روی نونه توست. دارچین رو هم همینجوری روی نونه توست هم میریزیم. پروژه با شکست مواجه شد، فکر کنم چون نونش خیلی نرم بود. من همیشه با نونه توست پروتئینی یه ذره سفت اگه دقت کنید درست میکنم خیلی بهترم، چون انگار خیلی نرم بود و اون انسجامش رو از دست داد. حالا بس تا آخرین لحظه ببینیم چطور پیش بود. الان میریم سراغ قهوه نسپرسومون که اون سری هم بلا گرفتنی درست نکرد و اینکه کلا خیلی وقت هم هست، خیلی اینجوری نیستم پاشم نسپرسو درست کنم. مثلا کپسول ها نگاه کنید و توی این 5-6 ماه، چون از مرداد ماه دیگه نگرفتم، کلا 2 تا بسته خریدم. یه دونه بچه بسته خریدم، اینه بهتون نشون بدم. کسایی که نسپرسو دارن از سریای کریسمسشه و این رنگ کرمشه، حالا اسمشو نمیدونم ولی کلا این کریسمسی همش اینجوری انگار طلایی ان. 3 تا رنگ سرمه زرشکی کرم. این کرمش خیلی خوشمزه است، انقدر خوشمزه است که میخوام این سری هم بخرم، چون تموم شده میخوام این سری هم بخرم، میخوام حتما اینو بگیرم. حالا اینو بزنیم بعد دیگه اینکه این اینجا یه سری تغییراتی دادم که یکیش این چوبه است و این چوبه رو ما فیلبند رفته بودیم تابستون، بعد داشتیم برمیگشتیم همین کنار جاده، محسود یه حکم بعد نگه داشت، یه دیدیم این چوبه است تخته و همجوری ولو شده بود دیگه، بعد آوردیمش خونه. حالا بعد روش روغن زیتون اینا بزنیم، فکر میکنم صاف بشه. گذاشتمش اینجا، بعد دیگه این کافی برم قراره اینجا نصب بشه یک روزی و این کریسمس یارو باید جمع کنم. امروز جمع میکنم، بودم منتظر بودم به لفت بودم. این از نتیجه کار. من خودم راستش دوست دارم، حالا نمیدونم شاید یکی دیگه خوشش نمیاد،
و اینکه من خودم با عسل دوست دارم، حتی میوه هم نمیخوام. تو میخوای؟ میخوای میوه برات خود کنم؟ شیره میزم. این هم از توست فرانسوی رژیمی کم کره و شیر و نصف ارسو سری کریسمسش. خیلی لذیذه و خیلی میچسبه واقعا. من فکر کنم بعد از دقیقا 3-4 ماه اینو درست کردم یا یه همچین صابونه خوبی درست کردم. اولین کاری که امروز میخوام بکنم نوشتن اهداف بهمن ما همه، چون امروز 3 بهمنه و من هنوز اهداف بهمنمو ننوشتم، ولی خیلی برام مهمه چون میخواستم خیلی راجبش فکر کنم و زمان بذارم و چی بهتر از این که توی ولاگ این کارو بکنم. چون تقریبا میشه گفت بهمن ما از وقتی که شروع شده، یعنی از این هفته، یه جوری زندگی من، زندگی کاریم شروع شده و مشغله هام بیشتر شده و خیلی احساس بهتری دارم وقتی کارم شروع شده. راستشو بخواید حالم خیلی بهتره و بس برام خیلی مهم اهداف بهمن ماه بنویسم. و دوم مورد، میخوام یه سری عادتهای جدید توی زندگیم ایجاد کنم که بر اساس قوانین اصلی ایجاد عادت جدید هستن. قانون اصلی که واسه عادت جدید هستش که شما میخواید یه عادت جدید تو زندگیتون بیارید، این یه تیکه میخوام زیاد صحبت کنم و راجع به عادتهای جدید صحبت کنم. سعی کنید گوش بدید، اما اگه حوصله‌تون سر رفت بزنید جلو. اونم اینه که وقتی که شما میخواید یه عادت جدید ایجاد کنید، اول از همه میاد یک شخصیت رو در نظر میگیرید، شخصیتی که خودتون دوست دارید تبدیل بشید بهش. مثلا من میخوام نویسنده بشم. کسی که نویسنده است چی کار میکنه؟ مثلا هر روز 20 دقیقه مینویسه، مثلا محیط اطرافش رو با دقت نگاه میکنه، مثلا روی تمرکزش کار میکنه. این 3 مورده. توی این مورد اول که میتونه خودش که عنوان عادت جدید باشه، مورد دوم و سوم زیر مجموعه دارن که چی کار بکنید که اینجوری بشید. مثلا چی کار باید بکنم محیط اطرافم رو دقیق تر نگاه کنم، حالا یک مثاله. و اون کارها میشن واسه اون عادت جدید. حالا این کار باعث میشه که شما خودتون با این عادتها تبدیل بشید به اون شخصیتی که دوست دارید و هر موقع که بخواید این عادتها رو کنار بذارید، بگید حالا ولش کن اینا، چون اون شخصیتیه که دوست دارید انجامش میدید، یعنی دیگه زیرش نمیزه و به چرایی اون عادت رسیدید. چرا من دارم این عادت رو انجام میدم؟ اتفاقی که خیلی وقتا نمیافته و ما عادت ها رو بر اساس حالا چیزایی که توی سوشیال مدیا ترند میشه حتی انتخاب میکنیم، چون اصلا نمیدونیم چرا ما داریم این عادت ها رو انجام میدیم و یا انتخابش رو میکنیم که توی لیستمون باشن. حالا من واسه خودم بگم که من همیشه توی زندگیم، میگم کوزه گر از کوزه شکست آب میخوره، واقعا هستش. من توی زندگیم اینجوری هم که همیشه میگم خب بذار این عادت باشه، حالا مثلا خونمون رو عوض کنیم، حالا بذار زندگی باید این لول بشه، انجامش میدم. و این اشتباهه. دیشب تصمیم گرفتم که از همین الان رفتارم رو همون طوری کنم که دوست دارم باشم. پس چرا همش توی رویاهام همچین چیزی هست؟ همین الان عملیش کنم. و مهمترین مسئلهش اینه که دوتا فکر میکنم جنبه داره. یکی اینکه فکر میکنم تمرکزم از این که محیط اطرافم چه جوری باشه برداشته میشه. مورد دومم اینه که از همین الان اونجوری رو رفتار میکنم که دوست دارم و احساس میکنم هم احساسم به خودم بهتر بشه، رضایت خودم نسبت به خودم بیشتر بشه و هم نسبت به زندگی. پس ببخش پار حرفی شد، خیلی برام مهم بود که به شما هم بگم و این تصمیمی که این لحظه گرفتم. اول میرم عادتهای بهمن ماه هم می‌نویسم و بعد چرایی عادتهایی که قراره توی زندگیم ایجاد کنم که میخوام در درونم کاملا نهادینه بشه. حتی همون رژیم گرفتنه باید این چراییه باشه، اگه نباشه متاسفانه هی رها میشه. و خب خودم هم میدونم که خودم خیلی وقت این کارا رو کردم. شاید به نظرم بهتره که این چرایی حتی برات مرورم بشه. پس اول برم سراغ اهداف بهمن ماه. اینم از اهداف بهمن ماه که حالا اگر خواستید
شما هم ببینید و مطالعه دو جلد کتاب، کتاب انگلیسی و شروع زبان انگلیسی، که این یک کاریه که میخوام جدیدن شروع کنم و میخوام خیلی جدی تر روش کار کنم، یعنی روز 2-3 ساعت زبان انگلیسی بخونم و جزو جدای ناپذیر زندگیم بشه. مخصوصا توی اسپیکینگ میخوام خیلی قوی تر بشم. ورزش، مدیتیشن، حالا این تمرینات چاکرا، این کلاس دارم شب راجبش صحبت میکنم. فیلم سینمایی هری پاتر رو مسعود ندیده، دوستان تو زمستون نگاه کنیم. مهمونی دادنه و قالیشویی فرش است، دو تا مهمونی باید بدم. ولاگ و اینستا و اینا برگزاری دوره برنامه‌ریزی فردی، روتین صبحگاهی و درست کردن تایم خوابم، این خیلی عادت جدید و مهمیه برام، و رژیم دیگه. البته که رژیم اسمش درست نیست، ولی همون اصلاح سبک تغذیه و توجه به اونه. عادتایی که میخوام ایجاد کنم هم اینا رو همون موقع که داشتم بلو جورنال هم می‌نوشتم. مدیتیشن که به خاطر کلاسی که میرم مطمئنن هر روز هست. تغذیه سالم، پیاده روی رو خیلی دوست دارم و به جای نوشیدن 8 لیوان آب گذاشتم. این جزء عادتایی که برام خیلی مهمه انجامش بدم، اون عادتایی که دوست دارم نهادینه بشه. روتین شب، منظورم روتین پوستی شبه که چند وقت انجام میدم و خیلی خوب بوده، احساس خیلی خوبی هم بهم میده. و مهمترینش همین روتین صبح، یعنی روتین صبح اوکی کنم، حالا توی بلاک‌های بعدی که انجام بدم شما متوجه میشید. این خیلی برام مهمه و جزو اون چیزایی که دلم میخواد حتما انجامش بدم. این میشه گفت اون نهادینه کردن اون عادت هست دیگه. الان میرم برنامه‌ریزی هفتگی رو مینویسم و حالا برنامه امروز. الان مثلا بسته اومد و چون در زمینه به خود رسیدن و آراستگی میخوام بهتون نشون بدم. البته یه بار سال گذشته این کارو کردم، پیج دوستم بودش که صابونه دستساز و شامپو و اینا میفروختش، ازش خریدم. ببین فکر کن دو سری رفتم خونش، یادم میره بستم بگیرم، دیگه این سری با پیک برام فرستاد، چون که خونمونم کرچه دیگه، نزدیک همین، ولی یادم میره امروز دیگه با پیک فرستاد به خاطر این شامپوهای عزیزم. اینا شامپوهای گیاهیه و صابون طوره. من از سال گذشته فکر میکنم از اسفند ماه میزنم، خیلی راضیم، چون من مدل موهام کلا اینجوریه که میریزه، مثلا کم میشه ها ولی نرمال مثلا میمونه، ولی وقتی اینا رو میزنم ریزشش قطع میشه، واقعا خیلی عجیبه. و اینکه خب موهام انگار زخیم تر میشه. بعد من هر سری اینجوری دوتا میخرم، هر کدومش تقریبا یک ماه استفاده میشه دیگه. دوتا از این خریدم و صابون، ولی صابون 3 تاست، چون که دوتاش برای یک دختر خالم سفارش داده، یکیشم پسر دختره، چون اونا هم صورتشون جوش میزنه، دختر خالم که یک سال داره استفاده میکنه و ازش چون من راضی بودم و حالا دختر خالم هم خودش راضی بوده، پسر دختره ایم و ازشون خرید. و صابون مورد علاقه خودم، صابون زغال فعال و درخت چای، که من اینو وقتی دارم از این مثلا شب میزنم، صبحش اون ژل شستشوی ضد آکنه فیس توکس رو میزنم، یعنی مثلا یه صبح یکیش و شب یکیش، ولی این خیلی خوبه. و اینکه صورت من دقت کنید جوش نزنم، فقط یه دونه دیروز اینجا زدم، یه دونه احساس میکنم دماغم بوف کرد و خیلی راضیم، تأثیر طولانی مدتش جواب میده. یه دونم صابون برای خواهرم خریدم، حالت من نخریدم، خواهرم خودش خریده پولشو بهم بده. بعد خراب بازش کردم، به خواهرم میخوام بدم. اینم صابون شیباتر رو گلاب آرایش پاک کنه، که اینو خریده هر شب بزن، چون صورت اون جوش نمیزن، ولی یه صابون شستشو میخواد که اینه، این خیلی خوشبو هم هستش. و همین پیج دوستم هم براتون میذارم، هم اینجا اینستاگرامشو میذارم، هم توی دیسکریپشن لینکشو میذارم. نارون هند مید کاری همچین چیزیه، باز حالا عکسش هم میذارم که اگه خواستید توی اینستاگرام برید سرچ کنید و اینا. ولی خیلی از اینا خوشحالم از داشتنشون، مخصوصا این زغال فعال خیلی خوبه، هم واسه از بین بردن جای جوشه، جای لک جوشه، و هم برای چیزه
اینکه پیشگیری میکنه از گوش زدن. تقریبا از سال گذشته دارم استفاده میکنم دیگه و تاثیرش هم مطمئنم شما هم دیدی توی پوستم که چقدر خوب بوده. همین این هم از اینا که حالا میگم بس به همون روتین پوستی و آراستگی و اینا ارتباط داشت. و اینکه الان میرم نهار میخوره و تنها چیزی که به ذهنم رسید واسه نهار میدونی تنها چیز نونی املت بود دیگه. گوجهشو گذاشتم داره چیز میشه، اون آبش خوش میشه. و بعد نهار هم کتاب داریم، اون کتابی که واسه پلنچیده بودم که یه معرفی طولانی داره و قراره من فیلم بگیرم و بخونم و چون مطمئنم آخرش خیلی غمگینه و راجبش با شما هم صحبت کنم. خب بالاخره کتاب 2400 صفحه ایرانی و طولانی ترین کتابی که در طول زندگیم خوندم هم تمام شد. اول از همه بهتون بگم که کلیدگ یک داستان واقعیه، یک داستان واقعی ایرانیه. حالا درسته یه سری شخصیت‌هاش ساخت ذهن خود نویسنده است، اما محوریت اصلی داستان و اون شخصیت اصلی داستان که گل محمده یک داستان واقعیه و اتفاقاتی که افتاده کاملاً واقعی بودن و بر اساس واقعیت بودن و این خیلی غمگین ترش میکنه. چون من خونده بودم که آخر کتاب خیلی غمگینه و یه جورایی صحرای کربلا رو دوباره از نو ساخته با این کتاب و با این بخشاش و واقعا هم بود و خیلی غمگین تر بود دیگه. اینکه خیلی ناراحتم خیلی و میتونم بگم که من این کتاب از مرداد ماه شروع کردم تا الان که یک بهمن ماهه و دو سه ماه نخوندم، اما میانگین ماهی دو جلدشو خوندم. کلا کتاب 10 جلد هم هستش که حالا من از انتشارات فرهنگ معاصر خریدم و هر دو جلد رو یک کتاب کرده بودن و کتاب سخت خانیه، کتاب آسونی نیست. نگاه کنید فونتشو، فونتش خیلی ریزه و هر صفحش قطعا فکر میکنم یک و نیم صفحه کتاب های معمولیه و زمان زیادی رو میخواد. مثلا الان من 80 صفحه رو توی یک ساعت و نیم خوندم. 80 در ساعتی یک کتاب معمولی رو من 80 صفحه رو شاید توی یک ساعت بخونم تمام بشه. پس کتاب سرخانی اصلا روان نیست، کسی رو میخواد که پشت کار و صبر خیلی زیادی داشته باشه، چون دو جلد اولش خیلی خیلی سخت خوانتره و خیلی سخت پیش میره و یک جورای زبان محلی هم داره، ولی واسه من سخت نمه، راحت متوجه میشدم محتوای اون جمله چیه. خیلی ها مطمئنن یک دو جلد اولشو که بخونم میزنن کنار،
ولی از جلد تقریبا سوم و چهارم به بعد داستان اصلی مشخص میشه. اونجوری که من متوجه شدم کلا آقای محمود دولت آبادی کتابشون اینجوریه که علاوه بر اینکه حالا داستان رو دارن تعریف میکنن، خیلی به جزئیات، افکار و شخصیت اون شخصیت رو توجه میکنن و خیلی به کار. یعنی مثلا شاید کل داستان رو میشه توی مثلا 500 صفحه جمع کرد، تازه با کلی مثلا صحبت کرد، ولی 2400 صفحه مشمول چند ده شخصیت بود که هر کدوم از این شخصیت‌ها داستان خودشونو داشتن، شخصیت خودشونو داشتن و حتی هر کدوم از این شخصیت‌ها چجوری رشد کردن و یا چجوری نزول کردن. پس نمیشه گفت کتابیه که خیلی داستان محور باشه، نه، خیلی جزئیات و شخصیت‌ها هم روش کار شده. و مثلا که کلا قلم آقای محمود دولت آبادی اینجوریه که داستان براشون یه ذره کمتر به چشم میاد تو کتاب. داستان در مورد یه میشه گفت خانواده است که شامل 3 تا پسر و 1 دختر هستن که شخصیت اصلی گل محمده، یعنی پسر وسط گل محمد، که از همه پسر خیلی شجاعتر، داناتر و عاقل‌تره. زمان محمد رضا شاه، زمانی که خانها و یه جورای اون امنیه خیلی به مردم فشار می آوردن و اصلا درکشون نمی کردن و یه جورای مردم میشه گفت تو فلاکت خودشون بودن. و داستان از جایی شروع میشه که مارال برادرزاده بلقیس مامان گل محمد، یعنی انگار مارالو گل محمد دختر دایی پسر عمه، و مارال میره کنار عمش زندگی کنه و جریاناتی که پیش میاد و اتفاقاتی که پیش میاد و باعث میشه که گل محمد تصمیم بگیره که آیا شجاعت رو انتخاب میکنه یا زندگی زیر بار زور و جبر امنیه و حکومت. و در نهایت چیزی نصیبش میشه که در حال حاضر ما خیلی دیدیم متاسفانه، و ظلم هایی که وجود داره و اتفاقاتی که هستش و مردمی که شجاعت رو انتخاب میکنن. خیلی کتاب خوبی بود، خیلی، و واقعا بهتون پیشنهاد میکنم اون صبره رو داشته باشید، پشت کار رو داشته باشید و دقیقا تو همین بار زمانی این کتاب کلیدر رو بخونید. واقعا کتابی است که باعث افتخار منه توی کتاب خونمه و خیلی باعث افتخارمه که خوندمش و از وجود همچین جوانهایی و همچین شخصیتهایی و همچین خونهایی ریخته شدهی آگاه هم، مطلعم و میدونم که چه تصمیمهایی توی اون لحظه این جوانها گرفتن و همین. همچنان هم گریه هم میگیرم، نمیدونم، امیدوارم که گل محمد درست میشه. همین، من الان ساعت 6:30 فکر کنم ورزش کنم که هم یه ذره دوباره چیز بشم، حالا هم بهتر بشم. همین که ورزش دارم، ورزشم رو انجام بدم. الان ساعت 8:30 به ساعت 9 کلاس چاکرامون شروع میشه. من هم مسعود با هم شرکت کردیم و اینکه گفتم من روتین پوستیم هم انجام بدم دیگه، راحت آسوده بعد کلاس سریال ببینیم با مسعود، دیگه کار نداشته باشم و روتین هم به شما نشون بدم. خیلی روتین ساده و راحتیه و به نظر من تاثیر خیلی خوبی هم داشتش روی پوست خودم. اول از همه موهامون رو شونه میکنیم و بعد میبافیم، هم قبل خواب هم برای کلاس که با بافته من خب راحت ترم. اونجوری یه چیزی همش انگار بالا است. من الان صورتم رو شستم. آره من آرایش نشدم، فقط کانسیلر رو ریمل زده بودم. الان صورتم با شستشوی صورت فیستوک شستم که آرایش من پاک کنه و حالا مثلا فردا صبح یا فردا شب با اون صابونه میشورم صبح
با دوباره فیس باش که از بعد باشگاه از هوا میام. اولین چیزی که میزنم و من چندین ساله دارم ازش استفاده میکنم راضیم بچه، کرم ویتامین سی سیگوله. خیلی راضیم و خیلی ساله، نه اینکه به صورت مستمر استفاده کنم نه، ولی اینجوریه که زدم دیگه. بعد اینکه جای جوشا و حتی جوشایی که میزنید کم رنگ میکنه و از صبح هم که بیدار بشید یه صورت کاملا شفاف دارید و این خیلی خوبه. حالا تو این حینم راجع به این بگم که بچه من کلاس چاکرا رو گفتم، من دارم بچه های دوره برنامه‌ریزی میبینم خیلی از این کلاس ها میرن، در صورتی که حواستون باشه به هر استادی تو این زمینه اعتماد نکنید و هر پکیج و دوره رو نخرید، چون این یه مسئله کاملا به نظر من برگشت ناپذیره، چون به هر حال روحتونه دیگه. و اینکه حواستون باشه، حالا کسی که اعتقاد دارن، کسایی هم که اعتقاد ندارن که هیچی دیگه کلا. بله، به همین زیبایی این جوشم دستکاریش کردم بزرگ شد و این جوشم راستش رو بگم از تغذیه خیلی بدیه که دارم. بعد چی میزنم؟ کرم دوره چشم کافئین همون نارون دوستم که اینم اگه یادتون باشه یک سال پیش ازش خریدم و همچنان دارم، ولی دعا میکنم که تا عید بمونه همین این و عید دوباره یه دونه جدید، یعنی اسفند ماه یه دونه جدید بخرم. خواهش میکنم ازت طاقت بیار تا عید. آقا میدونین عید خیلی خوبه، آدم دوست داره اصلا اسفند ماه چیز جدید، من شاید یه سری چیزا رو افتتاح نکنم تا عید، واقعا یه همچین کاری میکنم. من دوست دارم همه چی جدید باشه، نو باشه. حالا بعد هر شب به کرم دوره اینم اینجوری، من شنیدم اینجوری بزنید بهتره. اینم بگم که بهتون این روتین پوستی، این روتین پوستی ما من نزدیک یک ماه میشه دوباره ندارم، ولی مثلا از آذر ماه خیلی خوب رعایت کردم، هر شب میزدم و خیلی خوب. کار بعدی که میکنم بالم لب روز همون پیج دوستم نارون، اینم بیشتر از یک ساله دارم و هنوزم نگاه کنید پره، هنوزم مونده ازش، این ازش خیلی میمونه، این به عید و فراتر از عید میره. این خیلی خوبه واسه لب، چون که من مخصوصا توی پاییز و زمستون لبم خیلی خشک میشه و پوس میشه. اینم اون یک ماه میگم آذر ماه که زدم، بعدش یه روز یادم نیست چی بود روش زدم، چون دیگه آرایش نمیکنم روش زدم، دیدم ای روش چقدر خوب مونده مثلا روی لبم، انگار اون پوستی ها رو خوب کرد، خیلی خوب بود تاثیرش رو اونجا دیدم. نمیدونی همین تمام. من مثلا تونر استفاده نمی کنم، چون که تونر یه بار استفاده کم جوش می زدم، من می ترسم حقیقتا از تجربه چیزای جدید خیلی ترس و واهمه دارم. و اینکه شستشو صورت دارم که انجام دادم، مثلا به جای ویتامین سی میتونی سروم ویتامین سی بزنی، 100% تاثیرش بیشتر. اگر هم استفاده میکنی به منم بگید، شاید من تغییرش بدم به سروم ویتامین سی، چون من ویتامین سی خیلی برام خوب و جوابه دیگه. اینکه همین، این از ولگ امروزمون. منم از تو امشب شام نون و ماست میخوریم. این چند وقت انقدر غذای بد خوردیم و زیاد خوردیم، واقعیت من خودم الان سیرم، یعنی کالری دریاتیم زیر 1000 تا شده ولی سیرم. و اینکه انگار بدنمونم دیگه نیاز نداریم که بس حالا تو کالری تو طول هفته زیاد گرفته، حالا یه امروز کم بگی. آره همین، میبینمتون تا ولگ بعدی. موضوع خودتون باشید. همین.